دوستان عزیز بیننده و شنونده، خوشحال هستیم که با برنامه دیگر خدمت شما هستیم. این سری برنامه هایی که به اتفاق برادر عزیزم شبان فرشید سید مهدی تدارک دیدیم تحت عنوان همسفر خدمت شما ارائه شده. بعضی از شما با ما تماس داشتید، شهادتاتون رو فرستادید، داستانهای زندگیتون رو گذاشتید و حتما ازش استفاده میکنیم در فصل سومش. این قسمت فصل دومه و امیدواریم که تا پایان فصل سوم کنار ما باشید و به دوستاتون آشناتون هم اطلاع بدید. اگه باعث برکتتون بوده باز حتما با این شماره تلفن ها که در زیر صفحه تلویزیون هست و همینطور با شماره ایمیل هایی که در زیر صفحه تلویزیون هست ما تماس داشته باشید. اما برای شنوندگان عزیز لطفا به www.ppersianworldradio.com بعد چجوری این یه خود بعضی وقت مشکله برای اشتباه نکنم. Persian P-E-R-S-I-A-N Word W-O-R-L-D Radio R-A-D-I-O .com PersianWorldRadio.com. برید اونجا به اون وبسایت و اونجا میتونید مطالب رو ایمیل کنید برای ما، با در ارتباط باشید و اطلاعات بیشتری در اختیار شما قرار خواهیم داد. از این ابتدای این برنامه میخوام خدمتتون عرض کنم که ما در ضمن دو تا برنامه گذشته از انجیل متی باب 17 مطالعه کردیم که تبدیل هیئت عیسی مسیح بود. برنامه فوق‌العاده بود، من شخصا بنا شدم. خیلی قبل از هر چیز میخوام منم سلام کنم به بینندگان و شنوندگان عزیز و همینطور بگم برای افرادی که در رادیو صدای ما رو میشنوند میتونین با شماره تلفن 2031-638-98-98-98 با ما تماس بگیرید. یه دفعه دیگه تکرار کنید. 2031-638-98-98-98. با این شماره ما در خدمت شما هستیم. در روی واتساپ همینطور تلگرام میتونین با ما تماس بگیرید. یه دفعه دیگه بگید که یاد بلکه زن بشه. 2031-638-98-98-98. اشتباهی که نمی کنم این 2098 شماره ایرانه دیگه، نه؟ 98 رو ما تکرارش رو انتخاب کردیم به خاطر اینکه کد کشور ایران هست که هموطنای عزیز بتونن شما رو 638-638-98-98-98. پس میتونید تماس بگیرید و اطلاعات بیشتری در خدمتتون بدیم. ولی در ابتدای کار میخواستم این فنجون ها خیلی سوال میشه، فنجون ها چیه؟ واسه جان نشون بدید. مال من عکسی هست، از عکس دیدنی از ترکیه. شما یه عکس دیگری از ترابزون. بنابراین این کیو آر کدی هست و اپ چشمه. اپ چشمه رو الان کلیپی هست براتون پخش میشه. شما این کلیپ رو نگاه کنید. در ضمن کسانی که در ترکیه هستن، کسانی که در شهرهای مختلف توریست هستن، میتونید به یکی از کلیساهای شورای 222 سوال کنید، آدرس رو میدن، برید و بگید که از اون فنجینا به ما بدید. در ضمن شبان فرشید هم قول داده هزینه قهوه هم بده، ما رو به دعوت کنید به یک کافه، هزینه قهوه هم خواهیم داد به اون کسی که فنجون رو به شما میده. من فکر میکنم شما میتونید در کلیساهای ما در کشور ترکیه اونجا بهشون بگین که من شنیدم توی این فنجونا کافی خوردن خیلی مزهش فرق میکنه، هم چایی هم کافی، هر کدوم رو خواستید. پس بنابراین اینو حتما باهاشون تست کنید، بگین من اومدم اول تست کنم و بعد با خودتون این رو به عنوان یک هدیه ببرید در ایران، چون من میدونم باعث برکت شما این هدیه رو به بیننده ها شنونده عزیز داریم ما تقدیم میکنیم. هر دفعه که این رو باهاش مینوشید اپ چشمه رو تبلیغ کنید و به دیگران بگید با این اپلیکیشن شما از چشمه آب حیات عیسی مسیح میتونید بنوشید. پس به این کلیپ نگاه کنید بعد خدمت شما هستم. چیزی شده؟ چرا اینقدر ناراحت و سردرگمی؟ دنبال یه منبع کامل و جامع در مورد مسیحیت میگردم ولی پیدا نمی کنم. خب این که نگرانی نداره، مگه اپ چشمه رو نداری؟ اپ چشمه چیه؟ اپ چشمه همون چیزیه که دنبالش میگشتی، یه منبع عالی و جامع که بیشتر از 700 ساعت برنامه تعلیمی، 300 سرود پرستشی صوتی، فیلم‌های مسیحی و صدها کتاب و مقاله داره. انجیل یوحنا به زبان‌های لکی، لوری و بختیاری هم توی اپ چشمه در اختیار داری. چه عالی! از کجا میتونم این اپ رو پیدا کنم؟ خیلی راحت از گوگل پلی یا اپ استور میتونی دانلود کنی. اپ چشمه، اپلیکیشنی متفاوت برای شما. امیدوارم برکت گرفتید از این کلیپ کوتاه و که صدها کتاب برنامه‌های مختلف. در ضمن
تمام سلسله برنامه‌های همسفر نیز در این اپلیکیشن گذاشته شده، میتونید همه رو پشت سر هم نگاه کنید و کیف بکنید. به انجیل متی باب 17 مراجعه کنیم و ما دو برنامه گذشته به این سفر پیکنیکی، اینم یک سفری بود، عیسی مسیح میگه پتروس و یعقوب و یوحنا رو صدا کرد، سه رسولی که بعداً هر کدوم در عهد جدید مطلبی رو نوشتن با الهام روح القدس و بعد هیئتش متبدل شد و ایلیای نبی و موسی ظاهر شدن. و بعد میگه در آیه 5 هنوز سخن بر زبانش بود که ناگاه ابری درخشنده بر ایشان سایه افکند و اینک آوازی از ابر در رسید که این است پسر حبیب من که از وی خوشنودم، او را بشنوید. چو شاگردان این را شنیدن به روی در افتاده بی نهایت ترسان شدن. ببین کسی میگه من خدا رو دیدم، بله من خدا رو میشناسم، کسی که خدا رو ببینه به روی در میفته، به روی میفته و ترسان میشه. یک نفر نیست، از ابتدای پیدایش تا آخر مکاشفه وقتی صدای خدا رو بشنوه ترس به اندامش نهاد، چون اون محیبه، اون فوق العاده پرجلاله، عالیه. من فکر کنم یکی از دلایلی که به رو میافتن این نشانه پرستش، پرستش است، بله، نشانه ای که کرنش میکنیم ما به حضور خدا و میگیم که خداوند تو بالاتر از هر چیزی هستی، بله، تو قابل ستایش و پرستش هستی. که خیلی جالبه در جمله آخر میگه که بشنوید، وقتی میگه عیسی رو بشنوید، این فرزند من رو بشنوید، یعنی از او اطاعت کنید، بله. یعنی شنیدن فقط این نیست که من بشنوم، خب شنیدم، بله. باید عمل کنم اون چیزی، بله، که میشنوم، بله. پس این رو فراموش نکنیم که اینجا شاگردان هم در پرستش بودن، همین که منتظر اطاعت از خدای، بله، زنده. واو واو، فوق العاده است. بعد میگه عیسی نزدیک آمده ایشان را لمس نمود و گفت برخیزید و ترسان مباشید. ببینید این ترسیدن افتادن، هم برای عبادت و سجده، هم از ترس و لرز، چون فهمیدن خدا با حضورش اومده اونجا، بله. ولی عیسی مسیح با محبت میگه ترسان نباشید. این ترس مذهبی فساد مطلقه، مخصوصا ترسی که در جامعه ایران و افغانستان حکومت میکنه. این ترس مذهبی از خدا نیست، نه اصلا. خدایی که با چماق میخواد خدایی کنه اصلا خدا نیست. خدا ظاهر بشه مردم همه به روی میفتن او رو عبادت میکنن، بله. ولی این خدا، خدای در مسیح، دوستان عزیز، نه فقط ما رو نمیترسونه، برای ما و برای گناهانمون حاضر صلیب بشه، حاضر توف تو صورتش بندازن. این سرود خیلی زیبایی هست. میخواستم اتفاقا دقیقا همین رو اشاره کنم منم، که این سرود خیلی زیبا میگه، که میگه سلطانهای روی زمین با از بین بردن و کشتن میخوان حکومت رو به دست بیارن، ولی خدای ما با دادن جان خودش میخواد حکومت قلب ما رو به دست بیاره. اجازه بدید اینجا این کلیپای سرود پرستشی ما نداشتیم در این برنامه، چون وقت کوتاهه، اینو گوش کنید لطفا. چون بنگرم بر صلیبت بینم آن فیض عجیبت، بر زخم و رنجهای تو، بر پیروزی مهیبت، بر فیض تو که جاری شد از خون و جسم تو، ایسا شفا دادی از زخم.
این سلطانی است که جانش را میده، پادشاهی است که تاج خار ما را بر سرش میذاره و تاج عزت و صفا رو بر سر من و شما میذاره. واقعا این پادشاه تاج جلالش رو سر من و شما میذاره، اگر قبول کنیم بپذیریم چه کاری برای ما انجام بده. ببینید یه چیزی خیلی جالبی که وجود داره در کار خدا و در اراده خدا اینه که ما همیشه تصورمون و طرز فکرمون کلن با اون چیزی که خدا میخواد انجام بده تفاوت داره. بله. من فکر میکنم اینجا مثلا میشنویم پتروس گفتش که سایبان بسازیم، خدا گفت من خودم سایبان دارم. بله. لازم نیست. دید انسانیش این بود. موقعی هم که مسیح بالای صلیب جان میداد همه مون گفتن این قرار نبود جان بده، به این از فکر انسانی میگفت که این باید از همون بالا نهیب میداد، همه رو کنفیکون میکرد، همه رو سنگ میکرد. اون موقع میشد خدا. خداست. خدای ما اینجوریه. همه رو میکشه، قتل عام میکنه. طرز فکر انسانی این بود، ولی خدا جور دیگه ای با دادن جانش و مرگش بعد از 3 روز قیامش نشون داد که حاضر جانش رو فدا کنه برای اینکه من و تو رو نجات بده. دلوقتي. و این بی‌نظیره. این نشون میده که خدا کاملاً روشهاش تفاوت داره با روشهای دنیا. یکی از دوستان شطرنجبازمون اتفاقا اینا میگفت توی شطرنج مثل دنیا میمونه. میگن هر کی میخواد یاد بگیره استراتژی برای بردن و اینها اینه که باید شطرنج بازی کنه. یعنی چی؟ یعنی همه فدا بشن که اون شاه کیش نشه و زنده بمونه. چه سرباز، چه رخ، چه همه چی. ولی خدای ما خیلی فرق میکنه، میگه هیچ کی فدا نشه، من فدای همتون بشم. ببینید دوستان، من یه نکته میخوام خدمتتون بگم. شبان پژمان صفایی، شبان کلیسای شورای 222 در ترابزون هستن، ایشون قهرمان شطرنج بودن در ایران و از اونجا درآمدی داشتن، ارج و قربی داشتن، احترامی داشتن، ولی وقتی که ایمان آوردن به عیسی مسیح و فهمیدن که ایشون ایمان آوردن، تمام اینا محروم شدن، ولی گفتن من شادم برای خدا، من جانمو میدم. برادر عزیز ما پژمان صفایی یک برنامه کلیپ کوتاهی تهیه دیدن در مورد شطرنج، الان گفتید من میخوام اینو لطفاً نشون بدید عزیزان از اتاق کنترل. پژمان صفایی ببینید راجب قهرمان سابق شطرنج ایران راجب شطرنج چی صحبت میکنه. جوانتر که بودم شطرنج رو حرفه‌ای بازی میکردم و در مقطعی عضو تیم ملی شطرنج ایران هم بودم. در تمام سالهایی که شطرنج بازی میکردم همیشه این سوال برام مطرح بود که چرا همه مهرها باید قربانی بشن تا شاه زنده بمونه؟ و از اونجایی که شطرنج به عنوان مدلی از جنگها و زندگی ما انسانها طراحی شده، این الگو دائما در دنیای واقعی تکرار میشه. یعنی رهبران و قدرتمندان این دنیا هر زمانی که لازم بدونن مردم رو قربانی منافع و اهداف خودشون میکنن. به خصوص با مردم ایران و افغانستان با این موضوع به خوبی آشنا هستیم. این سوال مدت‌ها برای من مطرح بود تا اینکه با پادشاهی بی‌نظیر آشنا شدم که خودش رو در کتاب مقدس به ما معرفی می‌کنه. این پادشاه با قوانین مخصوص خودش بازی می‌کنه، نه قوانین رایج این دنیا، و به خاطر همین خاص بودنش همیشه پیروز بوده، پیروز هست و پیروز خواهد بود. می‌خوام به 3 تفاوت عمده بین این پادشاه و رهبران این دنیا اشاره کنم. اولین تفاوت اینه که شاه شطرنج ضعیف‌ترین مهره است. رهبران و قدرتمندان این دنیا هم همینطور. اونها برای بقای خودشون نیاز به فدایی و گارد و محافظ دارن. اونها حتی خودشون رو هم نمیتونن نجات بدن، چه رسد به دیگران. ولی این شاه پرجلال نه تنها مخفی نشد، نه تنها کسی رو قربانی بقای خودش نکرد، بلکه برای نجات جان کسانی که دوستشون داشت خودش رو بر روی صلیب قربانی کرد. تفاوت دوم اینه که شاه شطرنج تنها و منزویه. رهبران این دنیا هم همینطورن، اونا به ندرت بین مردم حضور پیدا میکنن، ولی این شاه پرجلال هر وقت که 2 نفر به خاطرش جمع باشن اونجا بینشون حضور پیدا میکنه. تفاوت سوم اینه که شاه شطرنج وقتی که مات میشه بازی تمامه. رهبران و قدرتمندان این دنیا هم همینطورن. ناپلئون، هیتلر، صدام حسین و دیگرانی که به زودی نوبتشون میرسه هم زمانی که شکست میخورن به آخر خط میرسن. ولی این شاه پرجلال بر روی صلیب تمام ابرقدرت‌ها و قدرتمندان این دنیا رو خلع سلاح کرد و بر اونها چیره شد. و 3 روز بعد با شهود تاریخی بسیار از مردگان قیام کرد تا ثابت کنه حتی مرگ هم بر اون قدرتی نداره.
هموطن و دوست فارسی زبان من، ای در وطن خیش غریب، و شما که به دنبال زندگی بهتر آواره این دنیا شدید و دنبال به دست آوردن تابعیت این کشور یا اون کشور هستید، این شاه پرجلال یعنی عیسی مسیح درد من و شما رو میدونه و امروز دعوت میکنه از شما تا تابعیت پادشاهی بی‌نظیرش رو دریافت کنید. و شرایط اعطای این تابعیت واقعا شگفت انگیزه، چون شما اصلا قرار نیست کاری انجام بدید، شما فقط کافیه بپذیرید که او مصلوب شد و به جای شما مرد، او مجازات شد تا ما مجازات نشیم و از مردگان قیام کرد تا ما در کنارش بر تخت بنشینیم به عنوان شاهزادگان و نه بندگان و تا ابد سلطنت کنیم. خواهر و برادر عزیزم، نظرت در مورد این پیشنهاد بی‌نظیر چیه؟ جالبش اینه، همینطور که در این کلیپ کوتاه پژمان صفایی دیدید خیلی قشنگ گفتید فرشید جان، تمام پادشاهان همه رو قتل عام بکنن فقط خودشون حفظ کنن، حتی ملکه هم اشکال نداره نابود بشه خودشون بمونن، ولی خداوند عیسی مسیح جانشو برای نجات من و شما میده. اگر ایماندار مسیح هستید بدونید چه ارج و قوبی برای خداوند دارید. میگید برادر قازانوس، برادر فرشید، ارج و قوب چیه؟ بهم در یه بدبختی هستم، نون شب محتاجم، بچه‌ام در مشکلاتن، فامیلام تو آبادان زیر آوار موندن تو اون ریزش ننگین پاساژ متروپول و ساختمان متروپول، همه اینا رو میدونم، ولی بدونید خداوند حواسش به شما هست. آمین. و اینجا میگه ترسان مباشید، ترسان مباشید. آمین. چشمان خود را گشوده هیچ کس را جز عیسی تنها ندیدند. دوستان، وقتی ما در اون ترس و نگرانی هستیم، کسی که ما را صدا میکنه فقط و فقط اونو میبینیم، عیسی مسیح رو. دقیقاً. همه چیز دیگه محو میشه. فوکوس و تمرکز رو عیسی مسیح در ابدیت. و در ضمن عیسی مسیح هم کنار اسب زرین هیچ کسی حرکت نمیکنه. عیسی مسیح وقتی بیاد تمام فرشتگان آسمان پشتیبانش هستن و ما کلیسای خداوند اگر در مرده باشیم، میگه تمام مردگان بیدار خواهد شد، اونم زنده هستن، روبوده میشیم تا ابد الاباد به مسیح سلطنت میکنیم. آمین. و اینه که عیسی مسیح به هیرودیس گفت پادشاهی من از این دنیا نیست، ول متلی، پادشاهی من ابدیه. آمین. و جالب اینجاست که مسیح اونها رو میگه لمس کرد. بله. با همین جلال یافتگیش بعد از اینکه اونها ترسان شده بودن، من فکر کنم اون لمس مسیح اونها رو، اون ترسشون رو برداشت، اونها رو شفا داد. کسی که حتی در کماست دیدن که وقتی کسی دستشو میگیره، اون مریضی که هست، یک انرژی، یک برکت، یک آرامش حتی تو کما میره. بله. این لمس خیلی مسئله حساسیه. بله. ما برای مریضا که دعا میکنیم دست میذاریم. عیسی مسیح نه فقط روی آدمای سالم دست میذاره، اشتباه گفت که من با آدمای سالم کار ندارم. دکتر اومده برای مریضا، دست به جزامی میداد، دست روی آدمای فاسد میزاد، آدمای گناهکار میزاد، زنای فاسد و گناهکار میزاد. و عیسی مسیح دست بر من گذاشته، دست بر فرشید گذاشته، شهادت عالی دارن. آیا شما هم تجربه دارید عیسی مسیح دست گذاشته به شما؟ میگید بله، سالها گذشته ولی الان دیگه نه. نه، تازه. ببینید زن و شوهری که همدیگر رو دوست دارن، عشق میورزن، دائما همدیگر رو بغل میکنن، همدیگر رو میبوسن، دست هم میگیرن. بچه‌هاتون رو وقتی عاشقانه دوست دارید همیشه بغل میکنید، بچه‌ها شما رو دوست دارن، دائما میاد بغلتون. وقتی خدا رو دوست دارید، دوست دارید لمسش کنید. آمین. و خدا هم دوست داره شما رو لمس کنه. آمین. این بی‌نظیره. من فکر میکنم برای خود من اکثرا مواقع این لمس رو احساس میکنم که کاملا در یک جایی هستم، در یک موقعیتی که احتیاج دارم. بله. و این بی‌نظیره، یعنی اونجاست که شفا میشه برای من. من فکر کنم اونجا احتیاج اینها بود، این لمس. فقط این نبود که مسیح بخواد اونها رو لمس کنه. اگه این لمس نمیشد، اون شفا از ترساشون، شفا از هر چیز دیگه ای که لازم داشت اون موقعی دریافت کنن رو خدا انجام داد. و اونم معمولا الان توی زندگی روزمره ما، اتفاقا خدا در اونجاهایی که جفا هست، در اونجاهایی که شما زیر فشارها و اختناقها هستید، در اونجایی که شما واقعا مشکلات خیلی اساسی دارید، اونجا میخواد شما رو لمس کنه و میخواد زندگی شما رو عوض کنه و تو رو ملاقات کنه.
فوق‌العاده است، فوق‌العاده است. پس میگه لمس کرد و بعد ببینیم بعد از لمس کردن چی شد. و چون ایشان از کوه به زیر میومدن، عیسی ایشان را قدغن فرمود که تا پسر انسان. ببینید اونجا میگه صدا که میاد این از پسر حبیب من، اون پسر خداست، ولی اینجا میگه پسر انسان، هم پسر انسانه، از عیسی ابن مریمه، از مریم باکره متولد شده، هم پسر خداست به خاطر اینکه با حلول روح القدس متولد شده. در ضمن دوستان اصلا بعضی ها میگن مگه خدا پسر داره؟ عزیز من خودتون میگید عیسی ابن مریم، تنها جایی که اسم زن مریم، یعنی از مریم باکره متولد شده، یعنی با روح القدس، پس پسر کی باید باشه؟ پسر خداست. آقا نه، یه حرفایی میزنن دوستان، مخصوصا دوستان مسلمان، که اصلا دور از عقل و منطق انسانی و فلسفه است. بابا نگاه کنید، خودتون میگید از روح القدس، عیسی روح الله، عیسی کلمات الله، کلمه خداست، عیسی ابن مریمه، پس اگر از روح الله است پس پسر خداست. آمین. یعنی این کجاش جای بحث داره؟ جای بحث داره، بله. چه جای بحثی داره؟ متاسفانه این چیزیه که دشمن باش چیز داره، مبارزه داره، ذهنا متاسفانه مکدر شده. و در مخصوصا در دین قبلی من داره. پنج دفعه در پنج تا نمازی که در روز میخونی اینو باید تکرار میکردی که خدا فرزندی نداره، زاده نشده. و من یه سوالی چرا دارم. باید تکرار بشه؟ لازم الان دارید میگید الان بعدن به امید خدا اگه خدا عمری داد، یک درسای دفاعیات ایمانه که یک دفعه دوستای عزیز من کش محمد مدبر و کش ساسان توسلی ضبط کردن دفاعیات مسیحی رو، اما میخوام تجدید بکنیم اینو، صحبت بکنیم. شما اینو باز یه خورده باز کنید، یه خورده این مسئله خیلی جالبه. این البته عربیشو میتونم من بخونم اونجا؟ بله بخونید. لم یلد و لم یولد میگه، یعنی نزایده شده نزاده میشه. چرا؟ خداوند چرا باید این دعا چه اصراری داره که تکرار کنید؟ بله بله، این همه چیز هست که شما در عبادتتون میتونید به خدا بگید. و اصرار به این دقیقاً در یعنی حمله به مسیحیت، حمله به این که بله مسیحیت، حمله به کار خدا، اصلا حمله به کار خدا است، حمله به مسیحیت، حمله به خدای حقیقته که در واقع این پیغام رو برای من و شما آورده. میگه من از مریم باخبت. جالبه، از یه جایی میگن مسیح زایده شده، بله. ولی برای اینکه میدونن این مسیح همون خداست، برای همین اونجا میگن خدا نه زایده میشه، بله. نه یعنی ببینید فرزندی داره. دین های دیگه است، فقط اینجا دارن ضربه میزنن، چون یک عنادی شیطان داره با مسیح فرزند خدا، پسر حبیب او. عیسی پسر خداست، از روح القدس مریم آبستان شد و اینجا میگه پسر انسان. پسر شاید انسان. عزیزان بگن چرا شما اینقدر واضح دارین رو باز میکنین؟ میگم واضح تر از این نمیشه. خود کلام خدا میگه اینجا این از فرزند عزیز من، خدا داره میگه. بله. تو وقتی این کلمه رو میخونی، وقتی که از اون زمینه اومده باشی، تنها چیزی که بهش میگم میگه من تمام روز بعد به خودم میگفتم خدا فرزند، اینجا خود خدا داره میگه من این فرزند منه. بله. و اینو دادم برای شما. پس عیسی مسیح میگه که با فروتنی، ببینید این فروتنی مسیح به نظر من، بله، نه فقط برای این که بگه هم پسر انسانم هم پسر خدا، میگه جای دیگه راجع به پسر خدا صحبت میکنه، پسر انسان از مردگان بر نخیزد، زنهار این رویا رو به کسی باز نگویید. شاگردان از اون پرسیدن، گفتن پس خدا، پس کاتبان چرا میگویند که میباید اول ایلیا بیاید؟ ایلیا نمیاد. شاگردان با سوالاشون واقعا من الان یه چیزی برام اینجا، بله، سوال نیست، یعنی یه چیزی جا افتاد که این شاگردان اینجا در مورد مرگ و قیام مسیح، حالا جای دیگه به صورت مثال گفت، این عمارت رو گفت کسی، بله بله، به پایین بریزه من در 3 روز بناش میکنم، بله، باید یکم فلسفه فکر میکردن، بله. ولی اینجا از این مستقیم تر مسیح دیگه نمیتونست بگه که آقا من قراره بمیرم و دوباره زنده بشم. اصلا راجب اون صحبت نمیکنن. من این جالب اینا، من کلافه میشم. باز تکرار کنیم اینجا، ببینید، بله، عیسی مسیح چشمان خود را گشوده، هیچ کس را جز عیسی مسیح ندیدند. آیه 8، چون ایشان از کوه به زیر می آمدند، عیسی ایشان را قدغن فرمود تا پسر انسان از مردگان بر نخیزد. پس قرار تو بمیری؟ برخیزد، قیامش هم نوشته، فقط مردنش نیست. زیرا این رویا را به کسی باز نگویید. شاگردانش از اون پرسیدن، گفتن پس کاتبان چرا میگویند؟ پس اینجا شاگردان دو تا تایید دارن. کاتبان چرا میگویند؟ آخه برادر من نمیدونم. این آمادگی ذهنی شاگردان قبل از تعمید روح القدس، باور کنید فرشید، باز برمیگردم به این تجربه عالی بی نظیره. و میگه وقتی تعمید روح القدس یافتن، اون پتروس ترسو
که از یک خدمتکار و کنیز میترسه، میگه نه بابا من اصلا نمیشناسمش، که خروس بعد بانگ میزنه و گریه میکنه به تلخی، ایستاده برای چندین هزار نمیگه این عیسی رو که شما کشتید و دوستان عزیز این مسیحان رو که شما دارید قتل عام میکنید، این مسیحان رو که شما دارید ضرب و شت میزنید، این کلیسای خانگی رو که آزار میزنید، همین عیسی مسیح آب میسته با اون داوری سنگینش، مواظب باشید بترسید. اتفاقا تنها دوستان واقعی ایران آزاد و ایران آباد، تکرار میکنم، تنها دوستان واقعی ایران آزاد و ایران آباد، برادرم فرشید شما عمری الان برای سیاست و سیاست مسیحی و سیاست در دولت‌های آینده صحبت کردید، در ایران آزاد و ایران آباد مسیحا میتونن کارساز باشن. الان ما عداوتی با رهبری نداریم. اگه اجازه بدید ما آزادانه دعا کنیم، آزادانه خدا را بپرستیم و آزادانه شروع کنیم مردم خدمت کردن. وقتی دوست من یک سازمان چی هست علی؟ این سازمان نمیشناسم کدوم سازمان؟ نه اون سازمانی که خیریه بود اخیراً، فراموش کردم اسمش، اسمی علی توش بود، خیریه علی، گرفتن داغون کردن، مسئولینش رو ضرب و شتم کردن، مسئولینش رو زندان کردن. بابا اینا فهمیدم کدوم سازمان، دانشجویان بودن، دانشجویانی بودن که خدمت میکردن. بله و کار خیلی رشد کرده بود و گروه خیریه علی و اسم کاملش چیز دیگه است. کلن با همه چیزهایی که خیریه است و کمکه فکر کنم مخالفت دارن. شما نگاه کنین برادر خودمون رو که در ایران در زندان افتاد، وقتی که بردنش جلوی دادگاه به عنوان هزاران دلیل خیلی غیر منطقی که اصلا ایشون درش نبود، قاچاق چیز ملی، ویراث ملی و فرهنگی ایران و امنیت ملی رو به هم زدن، ولی تو دادگاه اصلا صحبت از این نمیشه. ایشون گفت ببخشید شما وقتی اومدین خونه من رو گشتین نوشته بودین که من قاچاق چی میگن اسم خوبی داره وسایل میراث فرهنگی رو عتیق جاد، ببخشید دنبال این میگشتم عتیقه رو جان، ولی صحبت از این اصلا نمی کنی. شما از من میپرسین که چرا این چهارتا افرادی که در اعتیاد بودن تو باهاشون در مورد مسیح صحبت کردی، شفا گرفتن، زندگیشون عوض شده و آدم شدن، دارن زندگی بهتری میکنن هم برای خانوادهشون هم جامعه. موسی شما باید به من یک مدال بدین، در واقع به جای مدال دارین شما منو تازه وردین زندان میدازید. دوست عزیز من فرشید عزیز، وقت ما تمام شد. بیننده های شنونده عزیز، قول میدم این برنامه رو ادامه بدیم دفعه آینده و بعد به انجیل متی باب 3 بله مراجعه خواهیم کرد، درس فوق العاده هم اونجا داریم. امیدوارم به دوستاتون اطلاع بدید. میبخشید این صحبت بسیار حساسی بود، ولی جای حساس قطع میکنیم، شما رو به دستان خدا میسپاریم. برنامه آینده حتما به دوستا آشنایانتون هم اطلاع بدید، با هم کنار هم باشیم. خدا برکت بده. فیض خداوند با شما باشه. شما میتوانید از طریق ایمیل و همینطور واتساپ با ما تماس بگیرید. ایمیل ما هست wrpersian@gmail.com و همینطور واتساپ ما هست 2031-638-98-98-98. این برنامه پند حقیقت آشکار باعث برکت شما شده باشه. اگر در مورد این برنامه سوالی دارید
می توانید با شماره واتساپ 2031-638-98-98-98 با ما در تماس باشید.